عادلم، عادل رضاقلی، و الان نزدیک 4 سالی که تو اشرفم. احساسم از بودن تو اشرف، فکر کنم این روزو بر هر اشرفی این سوال یه معنی و مفهوم خاصی داشته باشه. یعنی اشرف الان بر فرد من جایی که روزمره وقتی بهش فکر میکنم احساس میکنم که همه هستیمه، همه اون چیزیه که براش یه انتخابی کردم، انتخاب کردم که یک چیزی محقق بشه و همه اونها تو این نقطه بر من تو این خاک داره رقم میخوره، جایی که براش حاضرم همه چیزمو بدم، چراسه که قبل از من همه چیزشون رو دادن. من هم بخشی از این اشرفم که از بعدشم براش حاضرم همه هستیم. برای همه اون کسایی که الان داخل ایران یعنی تو نقطه ای هستن که الان پای سیمای آزاد نشستن در این صحنه رو میبینن، به نظر من لحظاتی وجود داشته برای هر کسی، برای که من به خودم که رجوع میکنم زمان که داخل بودم، لحظاتی وجود داشته که آدم ها با دیدن یه صحنه ای، با دیدن یه جنایتی، با دیدن یه کمبودی، با دیدن یه فقری، با دیدن یه فسادی، با دیدن یک خودفروشی به خاطر یه لقمه نون، به خاطر سیر کردن شکم بچه، به خاطر اینکه شب شرمنده خونه برنگردن، یه لحظاتی با هم سراغ آدم میاد که آدم میگه بده بخاطر مثلا چی کار باید کرد. مثلا من خودی سوال میکنه که مثلا سهم من این وسط چیه؟ ممکنه فردن هیچ مشکلی هم نداشته باشه، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ شغل، به لحاظ درآمد. مثلا فرض کنید به فرد خودم اگه برنگرده، مثلا من فردن مشکل اقتصادی توی ایران نداشتم، یا بلاد تحصیلات من برق و الکترونیک خونده بودم، کار مشخص داشتم، درآمد مشخص داشتم. اما یه جاهای آدم صحنه هایی میبینه که متاسفانه انقدر تکرار میشه که دیگه اینا از نقطه توی یه جایی به خط تبدیل میشه. مثلا فرض کنید یه جایی آدم احساس میکنه که این اتفاقات که داره توی به چارچوب ایران میفته، من نه اینو در شکل ایرانی میبینم، نه این حاکمیت رو نماینده ایران میبینم، نه میخوامش، نه میخوام برای مملکت حکومت کنم. ولی خب من مطمئنم که این لحظه رو خیلی مثلا ممکن تو ایران داشته باشن، که حتما داشتن و حتما هم دارن. اما اینجا دو تا رویکرد وجود داره. مثلا فرض کنیم که یه جا آدم با وجدانش به این چه باید کرد پاسخ میده، میگه که سهم من چیه، من باید چیکار بکنم، یا اینکه نه مثلا میگه که من تنهایی نمیتونم، یا مثلا کار ما نیست، اینا رو نمیشه از بین برد. من مطمئنم خیلی از این پاسخ‌ها تو ذهن هست، چه واسه خود من داشتم. مثلا خود من لحظه این بوده که من حکومت نمیخوامش، ولی واقعا تنهایی چیکار کنم؟ نمیشه. اما تو یه نقطه‌ای بالاخره میگن که خدا هیچ وقت زمینش رو از حجت خالی نمیذاره. من خب مجاهدین رو خب از بچگی میشناختم، ولی در یک نقطه‌ای مثلا فصل تو سالهای 74-5 که دیگه رسما مثلا سیمای آزادی اون موقع به این شکل نبود، این سیمای آزادی که من امکان دسترسیش نداشتم، فقط یه رادیو مجاهدی بود که با خیلی سختی زیاد به طور واقعی خیلی غیر ممکن بود اصلا گاهی اوقات مثلا میشنن فقط بفهم مثلا بالاخره اینایی که میخوان با این رژیم بجنگن کیان، چرا بقیه مثلا این قیمتو دارن میدن، چرا یه سری هستن که این کارو میکنن ولی سری نمیکنن. تا روزی که من اسمشو میذارم این نقطه سرفصلی تو زندگی خودم، حدودا فکر میکنم 6-7 ماه یا همین حدودا قبل از کوی دانشگاه، کوی دانشگاه منظورم هیچ دایی تیر سال 78، من در رابطه با سازمان به دستگیر شدم و واقعا اگر بخوام از سعی دارم بگم خدا رو واقعا سپاسگزارم به خاطر این. الان توضیح میدم چرا، شاید برای خودتون سوال بشه که آدم به خاطر زندانی بودن که نتونه سپاسگزار بشه، ولی من خوشبختانه علارغم اینکه تو لحظه سختی های زیادی وجود داشت، من رو مثل همه اینا که توی قیام 88 اگه دقت بکنید رژیم برای اینکه فشار بیاره، برای اینکه بشکنتشون، برای اینکه چه می‌دونم اون انتخابی رو که توی نقطه آدمو کردن و برای همیشه فکر می‌کنه می‌خواد داغون بکنه، مثلا اینا رو فشار مختلف میاره، از کارهایی که با زندانیا کرد تو کهتجک گرفته